سلام دوستان، به آشپزخونه من خوش اومدید. من مهرداد هستم. امروز میخوایم با همدیگه یه مرغ جوجه کبابی خورد بکنیم. بهتون یاد بدم که حرفه‌ای مرغ جوجه کبابو خوردش بکنید. خیلی نکته های ریزی داره. با دقت این ویدیو رو تا آخرش نگاه بکن، حتی اگه طولانی شد یه بار یاد بگیر برای همیشه. برای خیلی از مدل های جوجه کباب، انواع اقسام مارینیدهای مختلف میتونی اینو امتحانش بکنی. راه های شناخت مرغ خوبم که یه ویدیو جدا گذاشتم، میتونی سرچ کنی تو کانال، آخرش مرتاد پزم بزنی برات میادش. خب بریم سراغ جوجه کباب. ببینید اولین کاری که میکنیم اینو برمیگردونیم. خب این دوتا کتفا رو سوا میکنیم. نکن اینجا اصلا خودش داره بهت میگه که جاش کجاست. نگاه کن، استخون ما نمیشکنیم توی خورد کردن مرغ. اینا همیشه یادتون باشه. خیلی از رستوران ها ممکنه دیده باشی، خیلی جاها رفته باشی، جوجه کباب خورده باشی، میبینی جوجه کباب خونابه از خودش پس داده. اون خونابه پس دادنه واسه این استخون شکوندن توی جوجه است. ناکن اینجا میای قشنگ قزروف رو پیدا میکنی. ناکن ما با قزروف کار داریم. ناکن این قزروف. حالا این پوستم شما اینو میبینید اینجا زخیمه، این پوستم بگیرید. این پوست رو منقل میسوزه، اصلا چیز جالبی نمیشه. ناکن این پوستم میگیرم میندازمش بیرون. این اینجوری میشه. از اینجا هم که اینو میزنیم، تیکه پایینو باید جاشو پیدا بکنی. خب حالا اینو میتونید از اینم سوا بکنید. نکن فقط قزروف بزن. این تیکه بالم اضافیه، اینم میگیری، اینم الکی میسوزه. این میشه بال جوجه کباب، این میشه کتفش. حالا میخوایم پوست مرغ رو بکنیم. ببین معروف ترین مدلش هم مدل دو انگشتیه دیگه. خب که ما اینجا یه دونه شکاف میدیم به مرغ. خب از اینجا دو تا شستو وارد میکنیم. ناکن خیلی راحت. ناکن با همین دو تا انگوش اینا در میاد. میاری اینجا خیلی راحت. این از یه ورش، اینم از یه ورش. ناکن دو تا شست تا چجوری کار میکنه. به این مدل میگم مدل دو انگشتی یا دو شست یا شستی، همه چی بهش میگن. این قسمت های غیر جذابشم میبریم، اینا به درد جوجه ما نمیخوره. پوست کندن مرغ هیچ کاری نداره. جوجه رو خودت سعی کن تو خونه خودت درستش بکنی، چون قشنگ اون سایزی که دلت میخواد. اون مرغ فروش بنده خدا که نمیدونه تو مثلا میخوای چی کار کنی، چه حرکتی بزنی. این آقا کن پوست به همین راحتی. خب این ادامه اینم ما میبریم. خب اینم میره کنار. خب حالا این میشه مرغمون. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم رون و سینه‌ش رو از هم سوا بکنیم. ببین این دوتا رو میگیری، اینم میگیری. ناکن یه فشار که میدی این از اینجا به همین راحتی سوا میشه. از یه طرف پشت این نگاه کن، چاقو رو میذاری یه فشار میدی، چاقو میاد تا پایین. این استخونم همینجور میاری فشار میدی میری پایین. نگاه کن جوری نمیزنم که این بخواد خونابه ازش بزنه بیرون. نگاه کن خونابه نباید بزنه بیرون. حالا میخوام این استخونو در بیارم.
اینجا رو داشته باش، نگاه کن از اینجا، نگاه کن با نوک یه دونه چاقوی تیز، خب این لبه رو بلند میکنی. خب اینجا ما یه گوش داریم توی این گودیه، اوکی اینم بلندش میکنی. خب اینجا رو داشته باشیم، داریم تو تصویر. خب با نوک چاقوتو اینو که از اینجا سوا بکنیم، خب نگاه کن، اینم از اینجا میزنیم. به همین راحتی این استخونم در میاریم. این استخون چیز جالبی نیست. خب این الان فکر کن حالا اصلا میخوای واسه زرشک گلا هم درست کنی، میتونی این مدلی درست بکنی، یا واسه مرغ هم درست کنی. اون استخونو در بیار، گوشتت فقط یه دوتا استخون اصلی توش داره، اوکی. خب حالا اومدیم اینجا، میخوایم این مرغو نصفش بکنیم. نگاه کن این کاردو از اینجا اینجوری نذارید روی مر، یه ذره دستتون رو کج بگیرید. خب نگاه کن، آه بدون اصلا هیچ اتفاقی، یه ذره که کج بگیری خودش رد میشه، اوکی. اینم از این. حالا ما فقط یه استخون داریم اینجا، این استخونم خیلی راحت، من حالا مدلای بی استخون کردن مرغ رو همه رو یاد دادم. اینو از اینجا دورش رو خالی میکنی، خب میذاری اینجا، یه فشار میدی، یه چرخش، این در میاد. آه این میشه یه دونه رونه که آماده است ما خوردش بکنیم واسه کبابمون بدون استخون. حالا این ور داستان، این ور داستان میتونی چیکار کنی؟ این ور داستان میتونی اگه خواستی جوجه کبابت خیلی باحال بشه، مثلا یه حالت با استخون هم داشته باشه، خب میتونی اینو ورداری یه شکاف از اینجا بدی، خب ناکن از دور این استخون، خب اینو اصطلاحاً اینجوری سفرش بکنی، همینجوری هم اینو سیخش بزنی. خب قشنگ مزه‌دار میکنی، سیخ میزنی. بازم تأکید میکنم ما جایی نداریم که استخونه شکسته باشه که جوجه کبابمون بعد درست کردن خونابه بده. این فولترین و بیریخترین حرکتیه که شما میتونی توی جوجه کباب انجامش بدی. الان من چاقوم این استخونو گرفت، خب نگاه کن همین خونابه میزنه روی جوجه کباب درست کردن. پس این استخونو باید از توی رون درش بیارم. حالا تیکه های دیگه هر مدلی که دلتون میخواد میتونید اینو تیکش بکنید، میتونی اینجوری بذاری تیکه های ریز و درشت، این میشه تیکه های رون. این چربی های اضافیش هم بگیرید، این چربی های اضافی چیز خوبی نیستش. خب این حالا از رون، برسیم سر سینه. نگاه کنید ما یه استخون اینجا داریم، این استخونو باش کار نداریم، این چاقومونو از این بغلش میندازیم میره پایین، این ور رو میبریم، این ور هم همینجور از بیرون این استخون. این استخونو نگاه کن، با اون استخون خودتو درگیر نکن. نکن چاقو رو میندازی، اینو از اینجا سواش میکنی، این میره کنار. با این گردن ما کاری نداریم. خب میاد اینجا، اینجا رو داشته باش، نکن ما یه استخون اینجا داریم. خب اینه، از همین بغل نکن خیلی راحت با یه چاقوی تیز. خب این سوا میشه،
خب این ورش هم همینجور. خب یه برش هم ما اینجا میزنیم. اوکی، خیلی راحت و بدون دردسر اینو میذاریم اینجا. نگاه کن حتی جناق این مرغ هنوز سالمه، حتی ما این جناق رو هنوز نشکستیمش. اوکی، اینو میذاری اینجا، یه دونه اینجوری که میکشی اینم اسکلت در میاد. نگاه کن به همین راحتی. یه دونه قزروف هم اینجا داره، این قزروف هم ما میگیریمش. خب اینم میشه سینه بدون استخون راحت آماده خورد کردن. حالا اگه بخوای فیلش هم ورداری، نگاه کن فیله هم همین زیر آماده خابیده که شما ورش داری. اینم فیله مرغشه، این ورم هستش، اینم فیله است. میتونی فیله رو ورداری حالا واسه غذای دیگه هم استفاده بکنی. حالا میخوایم این سینه رو خوردش کنیم. اینو از وسط میبریم، این چربی های اضافی رو میگیریم از روش. خب میخوای کباب دیه دست بشه، کارد رو میخوابونی اینجا، این قلمبه بالای سینه رو با کاردت میبریش. خب اینجا دیگه گوشتت نگاه کن قوار است، میبینی؟ اندازه زیادم ریزش نکنید که جوجه کبابتون بخواد خشک بشه. اینم میتونی از وسط یه برشش بزنی. دوباره نکن اینو ور میداریم، یه برش میره کنار، چربی گیری میشه. خب اینا رو میتونی اینجوری هم بزنی و تمام. این میشه خورد کردنه یه دونه جوجه کباب که استخونش هم گرفتی، رون و سینه بدون استخون. میتونی اون ساقاش رو با استخون بزنی که توی سیخ جوجه کبابت خوشگل باشه. اینم که اسکلتش به راحتی در میاد، اونقدی هم بهش گوشتی نیمونه. میگم ما حتی جناق هم نشکستیم، یعنی هیچ استخونی تو خورد کردن این جوجه کباب نمیشکنه، تمام نکتش همینه. اگه با ویدیو حال کردی یه لایک این پایین بزن، سوالی داشتی بپرس، چیزی هم اگه بیشتر بلد بودی تو کامنت ها بنویس، هم من هم بقیه استفاده بکنیم. یادت نره که جات اینجاست. مخلص.